با شما هستم، بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر سکویی. درود. واقعا درود بر شرفت، درود بر مردانگیت، درود بر ایرانیتت. من شخصی هستم که مدت 25 سال در مملکت خودمون قاضی بودم. عرض کنم به حضورتون که و چند ماهی که این دیش تلویزیونی رو پیدا کردم، یعنی خریدم و تونستم نصب بکنم، و من تمام این برنامه های مختلف رو فقط روی گفتگوها، مطالب، مسائلی که مطرح کردن گوش کردم. نه اهل فیلمم، نه اهل رقص و آواز و طربم، و تنها کسی رو به شرفم قسم، به اصالت ایرانیم قسم، تنها مردی رو که دیدم بدون کوچکترین واهمه و اندیشه صدا بلند میکنه و حقایق رو چنان رک و اوریان بیان میکنه که من خودم از تعجب شاخ در آوردم، چون من فکر میکردم تنها کسی هستم که اینطور مطالب رو به شاهزاده رضا پهلوی میگم. من در اوگست سال پیش یه نامه و همین عنوان به رضا شاه پهلوی نوشتم و برای ایشون فرستفکس کردم و یه کپی هم برای شما و آقای وطنخواه فکس کردم. عیناً در همین زمینه‌ای که می‌فرمایید، برای این که در هر ایری که رفتم در این تلویزیون ها وقتی که خواستم صحبت بکنم که چرا شخصی که مطابق قانون اساسی مشروطیت ایران بزرگترین مسئولیت ها رو داره، ایشون ساکت و خاموش نشسته و هیچ کار نمی‌کنه، فوری من قطع می‌کردن یا می‌گفتن که این جواب سوال ما نیست. ولی جناب عالی رو تنها آدمی دیدم، چون من خودم از 3 ماه بعد از انقلاب شروع کردم مقالاتی علیه این حکومت آدمخواران نوشتن که در شهر فرنگ منتشر میشد، چند شماره در روزنامه آقای قاضی سعید منتشر می شد، و بعد همینطور و دادم مدت چند سال در رادیو NBC هفته 7 ساعت 8 ساعت من با این حکومت اون چیزی که به عقلم می رسید و سوادم اجازه می داد مبارزه می کردم و با افراد متفاوتی مصاحبه کردم. با معاون آقای خسروزاد 8 ساعت مصاحبه کردم، با دکتر مدنی که به عقیده من بزرگترین خائن به مملکت و به شاه و به ارتش و نیروی دریایی ما بود، و با وجودی که ایشون فقط درجه سرهنگی داشت و اون رو دریادار نامیدن، با ایشون 6 ساعت مصاحبه کردم و 5 ساعت جوابش رو دادم، ولی هیچ کدوم اینها رو مثل شما پیدا نکردم. من روی ماهت رو میبوسم. I love you. خیلی ممنونم. بفهمید، با شما هستم. جناب تکویی درود دارم خدمتتون. بفرمایید. درود بر شما. من والا با این برنامه شما که امروز دیدم، واقعا دیدم، از یعنی من همیشه شما رو نگاه میکنم و میشناسم از دورا دور، نهید شما رو ظاهر ندیدمتون، ولی دورا دور تلویزیون هر روز که میبینم به شما یک نزدیکی عجیبی من دارم، چون میبینم از ته قلبتون دارین حرف میزنین، تظاهر نمیکنین، به نهایت قلب صافی دارین، ولی شما دارین به سلامتی خودتون هم ضرر میزنین. عزیزم نکنین، اینقدر جوش نزنین، حرفتون رو بزنین، ولی خواهش میکنم که خودتون اینقدر ناراحت نکنین، چون واقعا من ناراحت شدم وقتی میبینم یه همچین شخصی، یک شخصیت مثل شما اینقدر جوش میزنه و مردم اینقدر از شما دارن تمجید میکنن. علی جان، ولی یه ذره کمک به این رسانه نمیکنن، تمومش کنن این رسانه رو، اینا احتیاج دارن، شما احتیاج دارین این 2 روز دیگه تموم میشه. بن ملتی که اینقدر شما رو دوست دارن و به شما افتخار دارن میکنن و میگن چقدر شما زیبا صحبت میکنین، چقدر افتخار میکنین، فلان فلان، خواهش میکنم جیبتون رو باز کنین، کمک کنین، تموم کنین این شما رو. این چقدر مگه ما کم بیننده داریم شما؟ من واقعا از این وضع ناراحتم که میبینم به جایی نمیرسه. میره خانم، روز تموم خواهد شد. سرکار خانم رضوان عزیزم، من روی ماهتون رو میبوسم که همواره پشتیبان ما بودید، هستید. در طول این 5-6 ماه گذشته
بارها پیش اومده که ما 5000 دلار، 10000 دلار، 3000 دلار، 4000 دلار همواره شما ما رو یاری کردید. من دستتون رو از راه دور میبوسم چون عشق به این رسانه دارید برای سلامتی من، برای موجودیت این رسانه مثل فرزند خودتون احساس دارید و خیلی ازتون ممنونم، میبوسم روتون رو. با شما هستم، بفهمید. هموطن با شما هستم، بفهمید. یه خط دیگه بگیرم. با شما هستم، بفهمید. درود بر شما دکتر سکویی، درود بر راهتون. من با تمام حرفایی که شما زدین کاملا موافقم، ولی یک موضوع نباید از نظر دور کنیم. شاهزاده رضا پهلوی یک خاطره خیلی بدی از مردم ایران داره. ببینین کاری که مردم ایران با پدر و پدر بزرگشون کردن که ایرانو با اینکه چقدر بدبخت و بیچاره بود اووردن ایرانو در یک سطح رسوندن، ولی همینطور مردم در اون پاداشی بود که بهشون دادن. و الانم 30 ساله شخص شاهزاده تمام مدت میگه که امروز فقط اتحاد، من پرچم دارم. ولی شما نگاه کنید، به غیر از شما و آقای وطنخواه و چندین روشنگر وطن پرستی که جونشون رو گذاشتن، کف دستشون رو دارن برای ایران مبارزه میکنن، شما ببینین ما یه اتحادی تونستیم پیدا کنیم. مردم ایران که کار خودشون رو میکنن، ولی اینان که این توده‌ای ها وطن فروش ها که تمامشون تلویزیون دارن، مگه میزنن یه اتحادی ببودن؟ عزیزم من قربون شکرت خانم محترم نازنین، شاهزاده رضا پهلوی در مرحله اول یک کار رو هرگز انجام ندادن، یک بار انجام دادن، اونم در اسپرت ارینا حدود 18-19 سال پیش بود. شاهزاده رضا پهلوی باید یک تصمیم عاجل بگیرن، یک تصمیم سریع، و طرفداران خودشون رو در یک نقطه جمع بکنن، فرمانش رو بدن که من میخوام مثلا 10 روز دیگه در نیویورک، در واشنگتن، در لس آنجلس جمع بشی. ببینید یک جاییشون باید ببینه کجا ایستاده، واقعا چقدر طرفدار داره، واقعا خودشون چقدر آمادگی پیشبرد اهدافشون رو در راه آزادی ایران دارن. مسائل الان به صورت یک حالت سمبولیک و ایشون به صورت به نظر من یه حالت یه عروسک در اومده که گهگاه میارنش جلو صحنه، یه مصاحبه‌ای میکنه، یه چیزی میگه، میره. بله مردم به پدر ایشون بد کردن، مردم به پدر بزرگ ایشون بد کردن، مردم به خانواده ایشون بد کردن، اما ایشون در یک موقعیت بسیار حساس تاریخی قرار داره که باید تکلیف خودش رو خیلی مشخص و سریع با ملت ایران روشن بکنه. مرسی، با شما هستم، بفرمید. دکتر درود بر شما. درود به شما قربان، بفرمید. دکتر جان من از تهران مزاحم میشم. لطف میکنید بفرمید. خواهی میکنم، من از تهران مزاحم میشم در رابطه با این قیام سراسری که از 20 تا 30 خرداد ما هست و شما اعلام کردید ما بیاییم و توی این قیام شرکت کنیم. میخواستم یه دو تا نکته رو به مردم عزیزمون گوشزد کنم که در جریان دو تا نکته باشن. یکی اینکه این رژیم اخیراً اومده یک تعداد از این ماشین های ضد شورش آبپاش که 47 چرخ هست و آب داغ به مردم میپاشه از آلمان از خریداری کرده که اینها یه سری گازهای اشک‌آوری رو پرتاب میکنه که این گازها باعث میشه تا 48 ساعت مسمومیت ایجاد بشه مال افراد، هم مسمومیت از نظر پوستی که حساسیت پوستی ایجاد میکنه، هم اگر استنشاق بشه باعث میشه که تا 48 ساعت اون فردی که این گاز رو استنشاق کرده بیرونروی بگیره و موجب اسهال اون فرد میشه. میخواستم اینو به مردم گوشزد کنم.
ضمن اینکه اینا اومدن از دوربین های خیلی زیادی از کارهای کالج تا خود میدون آزادی نیست گردن، هم از ماسک استفاده کنن، هم اونایی که احیانا مشکلات قلبی و تنفسی دارن توی این روزا مواظب بشن که دچار این ماشین های آبپاش و این گازهایی که دارن اینها دچار اینها نشن. حالا من یه سوال از شما دارم عزیز من. ببینید ماشین آپاچو حالا یا از آلمان گرفتن یا از چین گرفتن یا از هر کجا گرفتن، گاز فرد میکنه، گلوله فرد میکنه، آب گرم فرد میکنه، از این مسائل. آدم کشاشون هم که تو خیابون همه مسلحن و آدم هم میکشن و این گونه مسائل. آیا به نظر شما در اون 10 روزی که شما صحبت کردین و از تهران بزرگ که با من صحبت میکنید بچه ها فکر نمی کنید به... تلفن شو قطع شد، از این مسائل گذشتن و باید حواسشون رو جمع کنن دیگه؟ برجهت یه مقدار این تلفن هم خوب بود، هم میتونست منفی باشه.